بسم الله الرحمن الرحیم. صبح شما بخیر باشه بینندگان عزیز، خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما هستیم. فکر میکنم که گفتگوی جذاب و دیدنی رو در این بخش از برنامه امروز صبح با خبر داشته باشیم و بتونیم تقدیم شما عزیزان بکنیم. خدمت شما عرض کنم که بحث‌های مربوط به عفاف و حجاب این روزها خیلی در حوزه‌های مختلف مطرح هست. در خبرها داشتیم در مجلس شورای اسلامی، هم در کمیسیون فرهنگی به صورت مرتب این موضوع رو دنبال میکنن، هم روز سه‌شنبه در جلسه علنی سوالی از وزیر محترم کشور در این باره مطرح شد و کارت زردی که نمایندگان به آقای رحمانی فضلی دادند و موضوعات مرتبط با اون واکنشی که دولت نسبت به اون نشون دادن. از این دست مسائل زیاد داریم در خبر، بازم براتون خوندم از بخشنامه اخیر دانشگاه آزاد. امروز قرار هستش که در همین باره درباره موضوعات مرتبط با عفاف و حجاب گفتگوی رو تقدیم شما بینندگان عزیز بکنیم. جناب آقای علی اکبر رائفی پور از مدرسین دانشگاه و از کارشناسان فرهنگی مهمان برنامه امروز ما هستن که خدمتشون عرض سلام و صبح بخیر دارم. هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز، امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشیم. خیلی متشکر، ممنون که در برنامه صبح با خبر حضور پیدا کردید. اگر که موافق باشید ما برای بررسی موضوع عفاف و حجاب یک قدری به عقب برگردیم و ببینیم که از نظر جناب عالی ریشه این مباحث و ریشه این اتفاقات در کجا هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم که ما یکی از مشکلاتی که داریم اینه که خیلی عمدتاً، یعنی بهترین طور بگم عمدتاً، با معلول ها می جنگیم به جای علت ها. و البته من نمیخوام یه پوز در واقع روشن فکرانه برای خودم بگیرم بگم آقا 20 سال طول میکشه ماجرا رو حل کردن و نمیدونم این بحثا، نه واقعا اینطورم نیست. اما تا ما علت ها رو نتونیم برطرف کنیم، معلول ها کماکان جای خود باقی هن. یعنی شما فرض بکنید سوار خودرو خودتون هستید، سوار ماشینتون نشستید و یه صدایی توی ماشینتون هست که معمولا همه راننده ها اذیت میشن از صدای ماشینشون، یعنی بیشتر از حالت عادی بر خود راننده اذیت کنه و صاحب ماشین آزار رسان. حالا مثلا چون هم بربرین این چرخش مشکل پیدا کرد، این صدای هشداره که لاستیک شما مشکل پیدا کرد، چرختون مشکل پیدا کرد، ممکن اصلا یه حادثه هم برای شما به وجود بیاره. شما میتونید این صدا رو و اون آزاری که به شما میرسونه رو با کردن پنبه ها در گوش شریف حلش بکنید. خب صدا حل میشه اما مشکل کماکان باقیه. ما اعتقاد دارم سالهای سال نخواستیم این مسئله رو ببینیم. حالا که دیگه این چرخ به لنگ زدن افتاده و دیگه داره نمود داره، بروز داره و دیگه اصلا این پنبه اثرگذاری نداره و به تکانهای شدید تو ماشین تبدیل شده، حالا به فکر افتادیم که یه کاری بکنیم. خب بحث حجاب و بحث اصلا بالاتر از اون من میخوام بگم عفاف، خب بالاخره عفت در پوشش میشه، حالا اون چیزی که تحت عنوان حجاب ازش یاد میکنیم ما، ولی عفت در کلام، عفت در رفتار، عفت در تفکر، حتی که هیچ کس خبر نداره، شما خودتون دارید فکر میکنید کسی خبر نداره، با خبر نیستش، عفت در تفکر، اینها باید اول اینها بررسی بشه. شاید بعضی موقع من خب سخنرانی برخی از عزیزان و همکاران خودمون رو شنیدم که صحبت میکنن در مورد حجاب، ببینم بعضا مثلا به پارادوکس هایی هم میرسن، برایش معتقدم که همه اینا توی پازل قابل حل و جمعه. خب اگر میبینیم که حالا مثلا بی غیرتی هم داره مشاهده میشه، این قشنگ کاملا مرتبط با همون بی عفتی است. حالا بی عفتی در پوشش شده حجاب رو همین ما زومیم، این علت های دیگری داره که در واقع باید این معلول ما ببینیم در اون معلول چه چیزهاییه. ببینید من یک نگاه قرآنی رو میخوام داشته باشم به این مسئله. وقتی حضرت آدم و حوا علیهم السلام یه ترک اولای میکنن، حالا فرسا آدم اسمش هر چی میخوان بگذارین، وقتی این کار انجام میشه، اولین پاسخی که خداوند به این دو میده چیه؟ قبل از هبوط، قبل از اخراج، پوشش ازشون میگیره.
این نگاه قرآن خیلی نگاه عمیق و دقیقه. هیچ وقت به ما فکر نکردیم چرا باید اصلا به این مسئله پرداخته بشه. حالا این دو نفر اینجا بودن اخراج شدن، قالح به تو ها برید از اینجا بیرون، چرا باید خداوند میفرماد اول پوشش رو ازشون گرفتیم، عورت هاشون آشکار شد. این نگاه قرآن ها نگاه تورات و انجیل و اینها نیست، چون در کتاب مقدس اون که به عنوان بایبل، حالا هولی بایبل ازش یاد میکنن و اهل کتاب به عنوان کتاب مقدس میشناسن، میگه که اینها از اول برهنه بودند. بعد از که به سمت میوه ممنوعه یا اون سیب گاز زده رفتن، که حالا نمادی هم شده برای خودش، اون سیب رو رفتن گاز زدن و خوردن، تازه فهمیدن که عریانن. یعنی قبلش هم برهنه بودند، عریان بودند، حالا فهمیدند که عریانن. نگاه قرآن این نیست. نگاه قرآن میگه از اول شما علامه بودید، گولتون نزنن. و علم الانسان ما لم یعلم و علم الادم اسماء کلها. شما علامه بودید، اصلا شما مدرس این دانشگاه بودید برای فرشته ها. انبئهم یا آدم، خدا از حضرت آدم میخواد میگه به اینا درس یاد بده. اونطور بحثی که وجود داره، خداوند اینجا میفرماد نه خیر، آگاه بودن، دانشمند بودن، علامه بودن. و نکته که وجود داره اینه که قرآن بحث پوشش رو سوای بحث علم داشتن و بحث تربیت داشتن مرتبط میکنه. ببینید یه نکته هست، شاید برای خیلی از بینندگان عزیز ما و حتی علل خصوص بهتر بگم برای جوان‌ها یه شبهه باشه. ببینید ما یه بحث تعلیم داریم، یه بحث تربیت، یه آموزش و پرورش. ما دنبال این نیستیم که انیشتین درست بکنیم که در اوج مثلا علم و ساینتیزم بیاد بمب اتم درست کنه، یا این بمب‌های شیمیایی که ساخته شده بالاخره یک دکترای شیمی، مهندس شیمی نشسته کار کرده دیگه، درسته؟ تربیتی که مهمه توی قرآن بیشتر از اون که بحث تعلیم مهم باشه بحث تربیته. خدا اصلا اسم خودش رو میگذاره رب، فتلقى آدم من ربه کلمات و ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. یعنی هر لحظه انسانی که آموزش دیده، تعلیم داده شده، بعد حالا بحث تربیت رو زمین، بعد این بحث تربیتی پیش بیاد. ببینید وقتی حضرت آدم این ترک اولا رو انجام میده، خدا این رو نشونه، حالا بلا تشبیه بگیم حالا پیامبر خداست، اما چون عبارت قرآنی دیگه تعارفی نداره، میگه که تربیت تو مشکل داره و تو تربیت بشی بر روی زمین. فلذا وقتی توبه میکنه باز میگرده، سمچ تباه قرآن میگه که حالا شیشتونگ مال خودم شدی، خدا میفرماد. یعنی این نکته جالب بگم، مقام حضرت آدم پس از ترک اولا و توبه از قبل از توبه مقامش بالاتر میره ها. یعنی تربیت شدن و به سمت تعالی رفتن مد نظر. حوزه پوشش حوزه تربیتیه. ببینید ما خیلی وقتا از علم در مورد یک مسئله داریم. خیلی از کسایی که مواد مخدر اصلا مصرف میکنن، انواعش، علم بر مضر بودنش دارن. علم دارن و کی که ندونه کراک بده، شیشه بده. خود این کسایی که استفاده میکنن میدونن بده. ما خیلی از اینا صحبت کردن. بعد اونطور مشکل سر چیه؟ مشکل سر اینه که حالا من عذرم میخوام از این بزرگواران، اما خب چون بازم عبارت باید بی تعارف عرض بکنیم، اینجا یه علم داریم یه عقل داریم. قرآن میگه افلا یعقلون، میگه علم دارن اما یه عقلشون رو به کار نمیندازن که این علم به چه درد خورد. هیچ شما برید بپرسید، هیچ خانمی دوست نداره نگاه صرف جنسی بهش باشه، صرفا فقط نگاه جنسی به ایشون بشه. هیچ خانمی دوست نداره، حتی کسایی که دوچار مثلا حتی سوء رفتارهای خیلی جدی هم هستن، دوست دارن شؤون دیگر زن بودنشون دیده بشه، انسان بودنشون اصلا دیده بشه. خب اما چرا این اتفاق میفته؟ علم بر این دارن اما دوچار مشکل میشن و عقلانیت رو درست استفاده ازش نمیکنن. یا یک نکته دیگه من عرض بکنم، وقتی خدا میخواد 5 تن رو جدا بکنه، بگیم 5 تا حسابشون از همه فرق میکنه، با همه فرق میکنه، متفاوته، اینا رو زیر چی میبره؟ زیر عبا، زیر پوشش میبره. و در حدیث کسا داریم که حضرت رسول 4 تن دیگر رو جمع میکنه و جبرئیل هم میاد. جبرئیل عامل وحی، آن 5 تن هم اهل بیت، قرآن و اهل بیت، یعنی تارک و فیکم و سقلین، یعنی سقلین زیر یک پوشش تعریف میشن. در روز مباهله وقتی حضرت حاضر میشه با اون مسیحی های نجران، شما میبینید که تمام مردم اومده بودن، خب یه اتفاق عظیم قرار بود بیفته، بیان به چشم خودشون ببینن، قرار بود از آسمون آتیش بباره، زمین دهن باز بکنه، قرار بود نفرین کنن هم دیگر. فبتحل تو اون روز وقتی حضرت میخواد جدا بکنه که بفهمونه ما فرق میکنیم، به حضرت سلمان میفرماد که برو عبای منو بنداز رو درخت و
یا شاخه‌های درخت می‌ندازی که سایه بندازه. بعد زیرشو جارو بکن. بعد پنج تن آلبا میرن، پنج تن آلبا خودم دارم میگم، میرن زیر اون کسا قرار میگیرن، زیر اون ابا قرار میگیرن. حالا بماند خود کسوه در قرآن پنج مرتبه تکرار شده. یعنی یک اشارات خیلی ویژه و جالب وجود داره. پس بحث پوشش سوای این مباحثی که ما فکر میکنیم که خدمت شما عرض بشم، حالا یک رفتار اجتماعی، یک مثلا مثل سیگار کشیدن یا کم درمسوز بعد اجابی، نه خیلی اصلا اینطور نیست. نه بنیانن متفاوت، ماهیتن تفاوت داره. بحث پوشش بحثی که انسان رو از حیوان جدا میکنه. آدم اگر میخواهی آدم باشی باید پوشش داشته باشی. اگر نه میخوای به حرف من خدا گوش نکنی، تابع غریزت باشی، تابع نفست باشی، هوس کرده اون میوه رو بخوری، تو از حوزه اشرف مخلوقا به سمت الله رفتن داره خارج میشی. میخوای زندگی حیوانی داشته باشی، برو بیرون، فلزو به این هم نیازی نداری. شما میبینید تو جوامع دیگر هم همینطوره. یعنی هرچی بشر به سمت بی خدایی پیش رفته، بی حجاب تر شده، بی پوشش تر شده، خواسته بدن خودشو عرضه بکنه. تفکر از این ماتریالیست تر، مادی‌گرایانه تر، میخواد بگه آقا تفکرات من رو الزاما نبین، فقط بیا تن من رو ببین، بدن من رو ببین و پوشش من رو ببین. این یک نکته است. نکته دیگه ای که من حالا نقدم دارم، حالا بیشتر بندر به عنوان چهره منتقد میشناسن، خب اعتقاد دارم اگر خودمون رو نقد نکنیم منصفانه، این باعث میشه که مردم نقدهای خیلی بدتر و مغرضانه را از جای دیگه گوش کنه. ببینید ما مسئله زن برامون تعریف نشده. ما تا بحث حجاب پیش میاد، شما راست حسینی شده چی میفتید؟ خانم آ بی حجابی یاد خانم میافتیم که حالا مثلا پوشش مناسبی هم نداره. چرا یاد آقا نمیافتیم؟ البته جو سوالای من بود که آیا حجاب و عفاف فقط مختص خانم هاست یا به آقایان؟ قطعا اینطور نیست. قطعا اینطور نیستش. خب امروز آقایان بد حجاب زیاد خیلی بده دیگه، غلطه. ببین چرا؟ به خاطر اینکه زن و مرد با هم فرقی ندارن تو نگاهمون. ما دایشو داریم، ما میگم زن و مرد با هم متفاوت. هر کس هم گفت زن و مرد با هم یکی ان، من این تریبون رو اینجا اعلام میکنم، من حاضرم با ایشون هر چیزی که دلش میخواد مناظره کنه. خب برای چی من همچین اعتقادی ندارم؟ به خاطر اینکه ببینید زن و مرد تفاوت های بسیار زیادی دارن که وقتی کنار هم قرار میگیرن یک در واقع تکامل شکل میگیره. خب ما مردها بیشتر قرار ببینید اصلا انسان قرار محل تجلی صفات خدا باشه دیگه. هرچی صفات خدا بهتر تجلی کنه اون انسان سیر الله بهتر رفته. بعضی موقع این تجلی انقدر خوبه که بقیه مردم قاطی میکنن، میگن خدای فلانی، زنی که در مورد حضرت عیسی داشتن، زنی که در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن. با بهترین عبارت شاید مرحوم شهریار گفتن که نه بشر توانمش، گفت نه خدا توانمش کن. ببینید این تجلی صفات خدا در انسانی که کامل میشه و خلیفت الله میشه، خب اینو من میخوام روش دست بذارم که برسیم به بحث عفاف و حجاب. نگاه بکنید ما مردها بیشتر محل تجلی صفات جلال خدا هستیم. ببینید نگاه های مردانه هم همین رو قشنگ برمیتابد. خانم ها بیشتر، این بیشتر رو نقل میکنم بعدا داستان برام درست نکنن، آره بیشتر محل تجلی صفات جمال خدا. شما خدا رو میخواید صدا بکنید با کدام صفاتش صدا میکنید؟ همه با جمال خدا رو صدا میکنن، میگن یا ارحم الراحمین، یا ستار العیوب. بعد این طرف هم شما میبینید که بزرگان ما میگن از دامن زن مرد به معراج میرسه، بهش زیر پای مادران است. این که عفت و حجاب تو ذهن متبادر میکنه بحث زن رو، یه ریشه های اینطوری هم داره. خب زنی که محل تجلی صفات جمال باشه، مثل مهربان بودن خدا، رزاق بودن خدا، ستار العیوب بودن خدا، و مردی که صفات جلال مثل الله اکبر، جبار بودن، غیور بودن، قهار بودن، اینها که کنار هم دیگه قرار میگیرن، واحد فقط اوه، هیچ کس نمیتونه تک مانند خدا بشه. ما هم قرار تو این به هم رسیدن به سکون برسیم. لتسکنوا الیها. نکته جالبی که تو قرآن وجود داره اینه که قرآن میفرماد لتسکنوا الیها. ها چیه؟ برای مؤنث برمیگرده، یعنی به ما مردا داره میگه، میگه زن مایه آرام شدن شماست، وگرنه شقاوت در شما بالاتره.
شما یه نگاهی بکنید عمده، حالا شوخی هم بکنیم سر صبح، ارازل و اوباش تاریخ شما بررسی بکنید، مثلا چه میدونم شمر و یزید و بگیرید بیاید تا چنگیز خان و هیتلر و فلان اینا، عمدتاً از ما آقایون بله در واقع هستن. چرا؟ چون احتمال شقاوت در ما بیشتره. حتی اون خانم هایی هم که درشون شقاوت آشکار شده اول ادا مردا رو در آوردن. مثل کسی مثل هند جگرخوار اگه تو وسط میدون جنگ چیکار میکنی که بیایید تنی پاره کنی و جگری بیرون بکشی و به دندان بکشی و این کار عجیب غریبه. سربریدن هایی که امروز شما تو عراق دارید میبینید عمدتا میونه پای مرد وسطی، نه فقط تو اینجا بیه چون آقا چون خانم ها تو خونن اسلامیه اینجا، نه خیلی اینطور نیست، تو کشور غربی هم نگاه بکنید اینطوری. خب حالا این زن شأنش اینطوریه. من یه سوال دارم، ما که امروز نگران عفاف و حجابیم، دختر خانم ما با آقا پسر ما تو مدرسه ما چه فرقی داشتن؟ تو دروسی که یاد گرفتن یک دونه کتاب به بنده بگید خب که آقایون و خانم ها تا روزی که دیپلم گرفتن با هم کتابشون فرق داشت. بسم الله، من خودم راهنماییتون میکنم، کتاب حرفه و فن تنها کتابی اونم بخشش که به خانمه میگه سوزن چیست، به آقایون میگه پیچ گوشتی یا به عبارت صحیح‌تر پیچ گشتی چیست. آیا ما الان حل شد دیگه مشکل ما بفهمیم پیچ گوشتی چیه سوزن چیه؟ به تعریف خیلی جالبی هم سوزن میله است یک سر آن تیز از آن نخرد میکنن. ببین وقتی ما زن رو اینطور تعریف کردیم و هیچ فرقی با مرد نداشت، رفتارش هم مثل مرد میشه، این مرد میشه. بعد چرا ناراحت باید باشیم؟ این نسخه ای که خودمون نوشتیم، این برگه سفید دستمونه، شما روی این ناسزا بنویسید ناسزا میخونید، روی این حرف خوب بنویسید حرف خوب میشنوید. خب در این هیچ شکی وجود نداره. متاسفانه من اینها رو علت اصلی میدونم که چی دختر خانم ما تعریف نشده. بذارید ببین من ادعا میکنم اینجا کمتر کسی تا تو برهه زمانی بعد نسبت زمانی گرفت به اندازه من تو دانشگاه و شهرهای مختلف میچرخ. بسیار کسی رو سفرم، خیلی از شهرها رو میرم، الان دیگه شهرهای بزرگ که رفتم رسیده به شهرهای 5000 نفر و 7000 نفر رو دارم میرم. یعنی به دفترم گفتم به این جور شهرها برنامه بده، دوست دارم با مردم کشورم در ارتباط باشم، با خیلی از مستبصرین خارجی در ارتباطم، خانم هایی که تا 40 سال بدترین و زننده ترین رفتارها رو داشتن شیعه شدن امروز حجاب اختیار کردن، یعنی به قول من از وسط میدون جنگ دارم میام. خب بسیاری از خانم ها و دختر خانم ها رو من بنده دیدم که با این نرمی که ما مشخص میکنیم بعد حجابن تو سخنرانی خود من میشینن. خب اما وقتی باهاتون صحبت میکنن میبینید عاشق اهل بیتن. چند تا اینو شما حرم امروزا میبینید؟ زیاد. چرا تو هیئت ملتش چیه؟ آها خب این اینطور تعریف شده بنده خدا، این میگه خب منم مردم. ببینید رفتار این اصلا هیچگاه براش تعریف نشده. تو باید محل تجلی صفات رحمت خدا باشی، تو باید مادر باشی. اصلا دلیل اینکه مادری همینه، دلیل اینکه خالق روی زمین شما اینه، شما یک موجود رو خلق میکنی. خب اما این براش تعریف نشده، فلزا میاد خودش رو در چی میبینه؟ برای اینکه بتونه خوب رقابت کنه در مردان جلوه کردن خودش رو نشون میده. من یک مثال خدمت شما عزیزان عرض بکنم تا مطلب جفته. امروز در امریکا شما بهش سرچ کنید دیگه، اینترنت دم دست هم، خانم هایی که خانه دارن پوز میدن، وقتی ازشون میپرسن مثلا طرف میگه فلان رمان رو من خوندم، داره بر دوستش تعریف میکنه، یه خانومی میگه چطور وقت کردی؟ میگه آخه من که سر کار نمیرم که. پوز میده با این به چه دلیل؟ دو دلیل. یک، شوهرم پول داره نیاز به کار بنده نداره. دو، شوهرم دوستم داره، می بشین تو خونه، خب در تفریح دوست داری بکن، ببین من میرم پول میارم شما خرج بکن، درسته؟ اینشون علاقه است دیگه که شما بری. ببین تو دنیای اقتصادی شما ایران نبینید، هنوز گزار اقتصادی تو ایران اینجوری نگرفته که دنیا رو قشنگ همه رو همه چی مانی ببینیم، همه چی یه اس خط خورده ببینیم، اینطوری نشده. هنوز شما میبینی تو این کشور پدر بچه‌ش 30 سال شده تو خونه است، میدوه که این بچه رفاه داشته باشه، صبحانه، نهار، شام، لباس، هر تفریح مد نظر خودشو داشته باشه. خب تو اونجا اینجوری نیست، تو اونجا آقای میاد با یه خانمی درخواست ازدواج به هم دیگه میدن، بعد میگه که تو این رابطه ما یک بهره وری جنسی از هم می‌خوایم داشت، همونقدر که من مرد بهره وری دارم توی زنم بهره وری داری، منم باید برم کار کنم، شما هم باید بری کار کنی. حتی جالب خانم‌هایی که کار نمی‌کنن اگه یا کار نکنه تو طلاق دارن، طلاقش میدم میگه برای چی من مرد باید کار بکنم شما برید. بعد تعاریف بد این طرفو ببینید، تعاریف بد این طرف میشه چی؟ اینکه شما فکر میکنید خانم که توی خونه مثلا نشسته بعد به معنی بدبخت بودن بیچاره، نه خیر، این خانم بره کلاس شنا، این خانم بره تفریح،
این خانم با دوستاش بره مسافرت، این خانم بره کلاس قرآن، این خانم بره فلان همایش شرکت کنه، منتها درست به یه لیوان آب شما اینجا گذاشته، من میتونم ازش استفاده کنم یه مثالی بزنم؟ بفرمایید. کلا من معروفم، میگه لیوان آب جلو دستم نباشه نمیتونم سخنرانی کنم. 50% مثلا با لیوان آب. این لیوان آب برای چی گذاشتید؟ به خاطر این مارک صبح با خبری که آفتابم زیاد خورده رنگش رفته هم نیست، درسته؟ یا به خاطر چینیش که نیستش، میتونستی بشقاب چینی بیاد بذاری، به خاطر آب توش. محتوا مهم بوده. حالا فرض بکنید همین بالا یهوی ساختاری نبین بره، قوام این نبین بره، اونی که نگهش داشته بره، اون جمال، این جلال، جلال از بین بره چی میشه؟ این آب میرزه رو زمین، لگد مال میشه، به لجن کشیده میشه، کثیف میشه و همون بهتر که از اول نباشه. ببین قرآن چقدر قشنگ و اسلام چقدر قشنگ دو تا رو تبیین کرده، میگه تو زن مظهر زیبایی هستی، مظهر محبت هستی، مظهر عاطفه هستی، مظهر جمال الهی هستی، خیلی ها دوست دارن به سمتت برن. ان الرجال قوامون علی النساء. تو یه مرد نگهش دار و تعریف کرده و بدون این مرد اگر درست نگهش داری میشی لیوان آب و ارزش پیدا میکنی به عنوان که محمل آب هستی، ظرف این مظروف هستی. لتسکنو الیها، که هویت بگیری به وسیله این زن. خب این نگاه به زن من نمیخوام، چون فرصت کمه دیگه، وگرنه شاید ما تو بعضی از دانشگاه میریم اینا با همین حجاب رو 2 جلسه 3 ساعت و نیم سخنرانی کردن. خب در واقع سلسله مراتب پشت سر هم بعد ادامه پیدا میکنه. این نگاه به زن وجود نداره. این خانومه چون میبینه تو دانشگاه این آقای درس خونه، تو دانشگاه باید بره، یه سن بره بیاد فلان اینجور چیزا، اصلا اینا تفاوت دارن. ما مردا کلی نگریم، خانما جزئی نگرن. شما قطعا با ما مردها هستن میبینید با همسرمون سر مشکل پیدا میکنیم، سر این نگاه ها که اونا جزئی هن، جزئی نگاه میکنن، ما کلان نگاه میکنیم. شما میرید یه مهمونی میرید، حالا یه شوخی هم با خانما بکنیم سر سویدی، یه مهمونی میرید با برمیگردید از ما مردا پرسند که این آقایین بپرسن این خونه چجوری بود، میگه ما رو 2 طبقه بود، تیراهن 16 کار کرده بودن و دیگه نهایتا خیلی دیگه خودمون رو بکشیم ساختارها رو میبینیم. اما خانم ها شما میبینید تا چون مارکت ال سی دی ار هم در بودن، این به معنی خدای نکرده فضول بودن رفتار نیست، نه او جز این نگره. شما صبح میبینید بچه میره خونه بیرون، میره مدرسه، میره دانشگاه، برمیگرده یه خورده ناراحته، مادر میفهمه، امکان نداره بتون کتمان کنی، پدر متوجه نمیشه، چون مادر تا خم و خطای صورت بچه‌شو میدونه. نگاه تربیتی دست اینه، این نگاه به زن، این نگاه به مادر، بعد ما بگیم هر دوتون یکی هن. حالا نگاه کلی خوبه یا نگاه جزئی؟ هر دوتا باید کنار همدیگه قرار بدین. آقا ساختارهای اصلی ما یکی وقت این بحث جمع، ساختارهای اصلی و مهم و بزرگ و مرد تعیین میکنه. خب آقا دخترم این شرط درس نخون، پسرم این کارو انتخاب بکنین، اما جزئیات دست زنه، اصلا مرد تواناییشو نداره، اصلا مرد متوجه نمیشه. ایرادی نداره ها، اینا خوبه، برای هر دو خوبه، این به معنی بد بودن و ما هممون ناقصیم، قرار با کنار هم دیگه در واقع کامل بشیم. اصل ماجرای نبود عفاف و حجاب از تعریف نشدن زن ریشه بگیره و از این که اصلا زن نمیدونه کیه، دوست داره عده مردا رو در بیاره، چون زن یک مرد تعریف شد. جناب آقای سالک، حجت الاسلام و المسلمین سالک، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اصفهان در مجلس، پشت خط تلفنی برنامه صبح با خبر هستند. جناب آقای سالک سلام، صبح شما بخیر. سلام علیکم، صبح شما و همه بینندگان عزیز بخیر و سلامتی ان شاء الله. تشکر میکنم که در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید. من میخواستم از جناب عالی ارزیابیتون رو از جلسه روز سه‌شنبه مجلس و رأی نمایندگان و کارت زرد نمایندگان به وزیر کشور بپرسم. دیدم امروز در روزنامه ها از قول آقای دکتر آشنا نوشتن که مشکل عفاف و حجاب با کارت زرد حل نمیشه. واکنش مجلس و پاسخ مجلس نسبت به این موضوع چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از وظایف مهم نمایندگان طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی نظارت بر حسن اجرای قانون هست و عملکرد مدیران کشور. این قدرت نظارت یکی از رسالت‌های نمایندگانه. نمایندگان بر اساس ضوابط قانونی سوالی رو پیرامون نوع لباس‌هایی که امروز در بازار مطرح است از وزیر محترم کشور که هماهنگ کننده 24 دستگاه قانون عفاف و حجاب هستند
انجام گرفت. این سوالات سبب شد که در کمیسیون فرهنگی مورد بحث قرار بگیره. وزیر محترم کشور آقای رحمانی فضلی تشریف آوردن در کمیسیون، اونجا پاسخ سوال کنندگان رو مفصل دادند. منتهاش سوال کنندگان به مجموعه پاسخهای وزیر قانع نشدند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از طرح سوال و پاسخ سوال این نماینده هست که باید بگید قانع شدم یا نشدم. وقتی گفت قانع نشدم، به طور طبیعی سوال میره به صحنه علنی مجلس و دیروز سه‌شنبه سوال مطهری و آقای موسوی لاردانی به صحنه علنی مجلس آمد. اونجا بعد از گزارش سخنگوی کمیسیون و توضیح مسئله که چه اتفاقاتی در کمیسیون افتاده است، سوال کننده سوالش رو مطرح میکنه و بعد وزیر پاسخ میده. مجموعاً در روز سه‌شنبه پاسخهای وزیر برای سوال کننده قانع کننده نبود. بر این اساس طبق آیین‌نامه باید رأی گیری کنن و رأیی که گرفتن مجلس هم اعلام عدم قناعت کرد در با رأی خودش. این خلاصه سیر سوری جلسه سوال بوده. اما محتوای سوال پیرامون چند مطلب بود. مطلب اول نوع لباس‌های ساپورت که امروز در صحن بازار مطرح هست و برای جلوگیری او دستگاه زیرفت باید فعالیت بکنن که این مطرح بود سوال. سوال دوم هم اجرای قانون اساس حجاب بود و علت این که یک دقت بیشتری و اعمال قدرت بیشتری نیست این سوال مطرح شد. این مجموعه سوالات بود که خب مورد توجه قرار گرفت. آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور توضیحات مفصلی دادند و آمار و ارقامی که فعالیت‌های خودشون رو انجام دادن اونجا اعلام کردن و خب به تناسب بیانشون در ارتباط با عملکردی که در قبال قانون و مسائل داشتن خوب بود. منتهاش تصاویری رو که به اصطلاح سوال کننده مطرح کرد و بعد بحثایی که رد و بدل شد سبب شد که قانع نشن. این خلاصه قضیه روز سه‌شنبه بود. اما جمله‌ای که آقای آشنا شما نقل کردید از روزنامه‌ها حرفی است که قابل بحث و بررسی است. این زمینه ابعادی داره. یک بعدش این هستش که بله با کارت زرد به وزیر نمیشه مشکل بیرندوباری و بدحجابی اینها رو حل کرد. اما اونی که مطرح هست این هستش که دستگاه های دولتی باید که 24 دستگاه هستن باید قانون رو پیاده کنن حداقل تو دستگاه های اجرایی. اگر بخش اعظم از این مسئله در دستگاه های اجرایی پیاده بشه بیش از شاید 50% از این معضلات حل میشه. گره یک مسئله در اختیار اجراییات و مدیران اجرایی. خیلی متشکرم آقای سالک، ممنون از توضیحات کاملتون. تشکر میکنم که در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید. یک بخش کوتاه ببینیم، برگردیم با جنبندی گفتگومون با جناب رائفی پور در خدمتون هستیم. قانون عفاف و حجاب، موضوعی که همچنان نحوه اجرای آن مورد اعتراض نمایندگان مجلس است و این بار به دلیل اجرای ناقص این قانون وزیر کشور با 135 رأی مخالف از نمایندگان مجلس کارت زرد گرفت. حالا نحوه اجرای این قانون غیر از مسئولان با اعتراض مردم هم مواجه است. امروز متاسفانه با توجه به فصل گرما ما حجاب مناسبی رو در سطح شهر نمیبینیم از خانواده ها و یا خانم ها یا حتی آقایونی که مثلا با اون لباس های مبتذل در سطح شهر تردد میکنن اینها. لذا این میطلبه که یک فکر اساسی بشه که حالا در قالب پوشاکی که هم بتونن و هم پوشش اسلامی رو رعایت بکنن یه تدبیری اندیشه بشه بتونن این وضعیت رو دگرگون بکنن، این وضعیت از این حالتی که هستش در بیارش.
حالا حجاب ما الان بیشتر تولید کننده ها اون لباس های سنتی ما رو تولید نمی کنن، یا لباس هایی که بود الان مانتو هایی که هست کل شهر رو می کردیم روی مانتو مناسب پیدا کنیم. به نظر من یه ذره تولید کننده ها یا نمیدونم مسئولین بکنم کوتاهی می کنن. با توجه به این که جامعه ما یک جامعه اسلامی هستش و معیارهامون معیارهایی هستش که باید مطابق قوانین اسلامی باشه و اون چیزی که دینمون حکم کرده، خواهران و عرض کنم که قش زنان ما باید به این نکته توجه کنن که وظیفه برگی بر دوششون نهاده شده. میگن رادیو تلویزیون میگن نظارت اصلا ما نیست، واقعا نیست، چون من عید اینقدر گشتم نتونستم خرید کنم، الان اومدم بتونم خرید کنم. هرچند به گفته مردم شرایط حجاب در کشور در وضعیت نامناسب قرار دارد، اما عدم نظارت بر تولید کننده ها و عرضه کننده های پوشاک بی تأثیر بر وضعیت موجود نیست. هر سال فصل تابستان کانون توجه به مسئله حجاب است و پس از آن این موضوع فراموش می شود تا همچنان این سوال در ذهن مردم باقی بماند که لباس مناسب خود را چگونه و از کجا تهیه کنند. طراحی که داریم یه لباسای مناسب با شونات اسلامی بیشتر تولید کنن. من حقیقت همین هفته تیر بازار اینجا همه گشتم، منتها دنبال یه مانتوی بلند ساده میخوام پیدا نکردم. حالا بعد اینکه اینجا شنیده بودم مرکز خرید اسلامی اومدم، باز هم همون چیزی میخواستم هنوز پیدا نکردم. صبح شما بخیر باشه. قبل از خبرهای ساعت 8:30 من با جناب آقای رائفی پور گفتگو می‌کردم، از کارشناسان فرهنگی، از مدرسین دانشگاه. یک بحث میشه گفتش که ریشه‌ای و تاریخی رو ایشون در مورد عفاف و حجاب مطرح کردند و تاکید بر این نکته که عفاف و حجاب مختص خانم‌ها نیست، به آقایون هم مربوط میشه. در چند دقیقه‌ای که در این بخش از برنامه فرصت داریم که البته همینجا از آقای رائفی پور باید قول بگیریم که با هم خدمتتون باشیم، جمع‌بندی بحثمون رو خدمتتون باشیم به صورت خیلی کوتاه و مختصر. خب من خدمت شما عرض بکنم که من یه نکته رو خوب باز بکنم، یه وقت شبهه تو ذهن بینندگان عزیز ننشینه. اینکه مراد بنده از اینکه دارم شأن زن و مرد رو تعریف می‌کنم، وقت تو ذهن کسی ننشینه که مثلا پر کار خانوم شد تو خونه نشستن، نخیر. این تعریف اصلا تعریفی از سر شیطنته. تو خونه نشستن از سر شیطنته. گفتیم اصلا قرار نیست تو خونه بشینه. خب هر کار دوست داره، هر تفریحی که علاقه داره. الان خیلی از خانوم هایی که شاغل هستن، خیلی از تفریحی که میخوان انجام بدن شغلشون جلوشون رو میگیره. خیلی از مسافرت ها دوست دارن برن، خیلی دوست دارن چه میدونم خونه کسی برن سر بزنن، هر کاری که حالا خانه داری بزن... اون تصوری که بعضیا دارن. بله نیست. اصلا برعکس، با اومدن تکنولوژی امروز خیلی راحت تر شده، امروز خیلی راحت تر شده. حالا نمیخواد دیگه بره نمیدونم یخ بشکنه، آب برداره بیاره، نمیدونم خودش تو تنور نون بپزه و نه، اینا واقعا ساده شده، فرصت بسیار برده. برعکس ما امروز باید انتظار داشته باشیم بچه‌هایی که تو خونه تربیت میشن بسیار با تربیت تر باشن، چون مادر تونسته وقت بسیار بیشتری براشون بگذاره. خدا از زن خواست نماینده من روی زمین باش، آدم بساز. به قول ویلدورانت حرف قشنگی میزنه، میگه در دوره‌ای که اقتصاد در اروپا قدرت گرفت و ما نیاز به نیروی کار زن داشتیم، به خانم ها اومدیم گفتیم که کار خونه نکن، بیا تو کارخونه کار کن. حالا او هم ویلدورانت هم بد میگه، باز لفظ کارخونه رو استفاده میکنه. شما میدونید تو منابع اسلامی مرد باید بر زنش کنیز بگیره، زن بابت شیر دادن به بچهش میتونه پول بگیره، بشینه تو خونه نفقه بگیره. اصلا ببینید وقتی اگر میبینید شیر میدهد و پول نمیگیرد، غذا میپزد و پول نمیگیرد، این به خاطر همونی که محل تجلی صفات خدا رحمت بودن خدا، رحیم بودن خداست. یعنی زن دوست نداره میگه من همسرم به مشکل مالی بندازم، خب پول میخوام بگم برای چی؟ این که میشه مادر نماد فداکاری، ایثار و همون چیزی که ما از تو صفات جمال از خدا میخوایم. این پس نکته باید حتما بسته میشد، همون کمان که عرض کردم که تو الان توی برخی کشور اروپایی مثلا در امریکا و عرضم که غربی علل خصوص در امریکا، خانم هایی که وقت آزاد دارن یعنی شاغل نیستن، دیگه لفظ خانه‌دار استفاده نکنیم، خب و تو خونه هم هستن، خدمت شما عرض بکنم که پوز میدن، افتخار میکنن.
فلذا من بخوام نکاتم رو جمع‌بندی بکنم، این میشه که اگر ما میخوایم حجاب رو تعریف بکنیم، اولا حجاب رو در کلمه پیش از اون عفت ببینیم و عفت در پوشش شد حجاب. این یک نکته. نکته دیگه، اصلا حجاب مختص، فکر نکنیم به اسلام، برعکس اسلام راحت تر گرفت. حالا من جلسات بعدی اگر قرار باشه خدمت شما باشم، تصاویر از حجاب یهودیان، حجاب مسیحیان میارم تا ببینن که آقا مثلا یک زن یهودی ارتدوکس چه حجابی باید داشته باشه، که حجاب یک زن مسلمان اسلام مثلا آزادی عمل بیشتر داد، اسلام برای راحت کردن احکام و قوانین آمد. حجاب زن زرتشتی، اصلا چادر کلمه والله بالله فارسیه، هر چیزی که ما رو بپوشونه. ما تو بیرون هم که میریم برای اینکه از باد و بارون و آفتاب در امان باشه، میریم توی چادر. خب تا جایی که همونطور که با حضرت داشتیم صحبت میکردیم قبل اینکه برنامه شروع بشه، فرمودین نکته که بله ویلدورانت گفته، بله ویلدورانت اصلا تا اینجا که ویلدورانت قائل بر اینه که حجاب از اسلام، از ایران به اسلام رفته، و چون منابع اسلامی رو نمیدونه مسلط نیست، اشتباه میکنه، اینطور نیست. خب اما اینکه ما هم داشتیم قبل از اسلام، این که در میان یهودیان بوده، در میان مسیحیان، در میان بودیست ها حتی دیده شده، خب این نشون دهنده اینه که اصلا یک عقلانیت بشری به این رسید. من میگم چرا جایی که غرب میخواد خدمت شما هست، اون چیزی که مد نظر خودشه برمیگره 4000 سال پیش بیرون میکشه. 4000 سال پیش هم انسان ها این کار رو میکردن، فلذا به نتیجه رسیده بودن، تجربه پدر علمه. 4000 سال فکر کردن، آزمون و خطا پیش رفتن، به این رسیدن ما بعد از این اندیشه استفاده بکنیم. جایی که خلاف اون چیزی که میخوان باشه، به اون سمتی که دلشون بخواد سوق میدن و میبرن. شما سریال هایی که تاریخ 100 سال پیش غرب نشون میده، سریال تلویزیون خودمون نشون میداد، مثل پزشک دهکده و نمیدونم اینها، شما نگاه بکنی خانم ها میبینید از گردن تا نوک پا پوشیدن. هر اتفاقی افتاد تو همین 100 سال بود، علی خصوص تو 50 سال اخیر. مثلا رسانه اومد بسد یک موضوع، اصلا یک جلسه ویژه میشه که نقش رسانه های صهیونیستی در اشاعه بی‌عفتی، بی‌حیایی و بی‌حجابی. و نکته آخر هم این که خدمت شما عرض بکنم، بله همونطور که عرض کردم، اصلا حجاب فقط مختص به خانم ها نیست، یعنی عفت فقط مختص به خانم ها نیستش، مرد ها هم باید حیا داشته باشن، مرد ها هم باید عفیف باشن. امروز ما تو جامعه متاسفانه تو کوچه بازار داریم راه میریم، ببینیم دو نفر با هم دعواشون شده، دو تا آقا تصادف کردن، حرفای رکیکی بر زبان میارن که هیچگاه شما در تصادفی که دوتا خانم اگه با هم دیگه کرده باشن نمیشنوید. میبینید توی عفت کلام جمعی خانم ها بسیار دقیقتر، بهتر و عفیفتر هستن از آقایون. ما بیایم این خورده ریشه ها رو حل بکنیم. اگر میخوایم امروز یه نتیجه بگیریم، یک بریم بشین به منابع درسیم و آموزشیم یک بار دیگه فکر کنیم و دقت کنیم، ببین چی به خورده بچه‌هامون دادیم که امروز چی دارن پس میدن. دو، بیایم اون نگاه عمیق اسلامی و ایرانی که داریم نسبت به مسئله پوشش و حیای زن، که سالها 3000 سال تو این کشور مسبوق به سابقه است، بیایم اینها رو دوباره تبیین کنیم. سه، اینکه به زنمون ارزش بدیم و بهش بگیم که ای خانم، شما شؤون بسیار بالاتر از این دارید که جلوه‌گری بکنید. برای جلوه‌گری شما هم دیده شده، منتها داخل چارچوب، برای افراد خاص، برای فرد خاص دیده شده، باز میخوام برای فرد خاص دیده شده، نه این که خدمت شما عرض بکنم خونه بشه محل دعوا، جلوه‌گری بشه تو کوچه برای مرد غریبه. خیلی متشکر، ممنون جناب آقای رایفی پور از صحبت‌های بسیار جامع و کامل و جمع‌بندی بسیار خوبی که در آخر هم داشتین. از توجه شما بینندگان عزیز ممنونم.